مقام های یونان میگویند شمار قربانیان غرق شدن قایق پناهجویان در آبهای ساحلی این کشور به 79 تن افزایش یافته است به گفته مقام های یونانی تا ظهر دیروز چهارشنبه 24 خرداد 104 تن نجات یافتند اما مشخص نیست این کشتی غرق شده چه تعداد سرنشین داشته است برخی رسانه های بین المللی گفتند تا اینجای سال 2023 این مرگبارترین حادثه دریایی برای مهاجران غیرقانونی بوده است نخست وزیر یونان به دنبال این حادثه سه روز عزای عمومی اعلام کرده است یونان یکی از مسیرهای اصلی ورود پناهجویان مهاجران از میانه، آسیا و آفریقا به اتحادیه اروپا است. بر اساس داده های سازمان ملل متحد حدود 72 هزار پناهجو و مهاجر در سال جاری به کشورهای خط مقدم اروپا وارد شدند.